ادامه برنامه سفره نور هست، بخش آشپزی و قراره که امشب دسر مشکوفی آقای فیضی آماده بکنن. در ابتدا ما مواد لازمه رو در اختیار شما عزیزان قرار میدیم و بعدا طریقه آماده ای دسر خوشمزه که هم زودپزه و هم خوشمزه برای شما آقای فیضی جزئیات خواهند داد. سلام، چه حال دارن آقای فیضی؟ خوبین؟ تشکر، سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما و بیننده های عزیز. در این بخش آموزش آشپزی شما خوش آمدیم. بسیار تشکر. در ابتدا مواد لازم رو در اختیار دوستای عزیز قرار میدیم، بعدا ما میخوایم بدانیم چرا میگن دسر مشکوفی. مواد لازم برای تهیه دسر مشکوفی: شیر 400 گرم، شکر 100 گرم، نشایسته 50 گرم، گلاب 4 قاشق، کره 20 گرم و زعفران مقدار لازم. از جمله مواد مورد نیاز برای تهیه دسر مشکوفی بود. و حال هم قبل از اینکه اینا رو اضافه بکنین، اول آقای فیضی بگین چرا میگن دسر مشکوفی؟ بله بینندای عزیز، هر غذای از خود نام داره، طوری که میگن کشمش پلو و قابلی ازبکی. بله، خب همه غذا هم مربوط به یک منطقه ای میشه. بله، این هم یکی از استانهای هرانی جور میکنن به همون به خاطر همون میگن دسر مشکوفی. بشکر کار خود را آغاز کن. بله بیننده های عزیز، در قدم اول ما شعله گاز روشن کردیم، مایتابر گذاشتیم، مقدار شیر اضافه میکنم تا همچنان تا شیر گرم میشه مقدار شکر را هم اضافه میکنم. بعد بله مقدار کره را هم اضافه میکنم، همچنان مقدار نشایسته. نشایسته بعد همیت زود هم اضافه شه تا شیر گرم میشه یا هم خود خور باز میکنه و نشایسته بخاطر از اینکه خود خور محکم تر. بله، و مقدار زعفران را هم زعفران حل شده از قبل ما حل کردی بودیم اضافه میکنم. ببینیم اگر کم رنگ بود باز بیشتر مقدار لازم. بسیار. همچنان مقدار گلاب، آب گلاب شما میتونیم از عرق هل یا همچنان ونیل شکری استفاده کنیم. من گلاب استفاده میکنم، نظر گرفتم گلاب استفاده کنم. بله بیننده های عزیز، اینا خوب همیتون مخلوط میکنیم تا شیر داغ میشه و نشایسته هم خور باز کنه و شکر هم باز شه و خود خود صفر کنه، اینو آماده بشه. بسیار عالی. و دسر از جمله غذاهایی که برای افطار خوب مناسبه، چون هم غذای سبک و هم میتونه که برای افطار خوب باشه. بله، این دسر هم از جمله غذاهای فنیه. بله، میتونیم ما از آب هم بدون شیر هم یک نوع دسر جور کنیم. ما یک بار دیگه هم یک نوع دسر جور کردیم، دسر زعفرانی بود. اون میشه از آب هم که همین شکر و کنفرول و یا نشایسته اون اضافه کنیم و چند دقیقه ای طول میکشه آقای فیضی تا این آماده بشه، درست؟ بله، تا نشایسته خور حل کنه و شیر رنگ و تازه به سر شعله گاز گذاشتیم آماده میشه. امشاله که دو دقیقه شعله گاز ما چون ملایم میسوزه و خاطر ما یک کم وقت گیره هسته. بسیار. بله بیننده های عزیز، مقدار نشایسته یا کنفرول، اگر کنفرول استفاده میکنیم کنفرول باید به داخل آب اول وا کنیم، بعد آهسته آهسته به صورت نخ نخ و اضافه کنیم که خود لکه نکنه. باز نشایسته که هست خود شیر رو اضافه میکنیم، خوب مخلوط میکنیم تا خود آماده کنه. بله بیننده های عزیز، طوری که میبینیم دسر ما کمه خود خور آماده کرده، نزدیک تا چند ثانیه دیگه انشالله آماده میشه. بسیار با وقت کم و خیلی غذای خوشمزه و سبک، همچنان میتونه برای اطفال هم این دسر جور کنیم، غذای سبکیه و از غذا و اونو بده. بله، باز بعد از اینکه یخ هم بشه باز خود تو امکان داره بیشتر سخت. بله، دسر در اصل اون رو آماده میکنن میذارن جای سرد یا بیرون فضای آزاد یا همچنان در یخچال که خور آماده کنه. بله
بینندگان عزیز، دسر ما کاملا آماده، ما شعله گاز خاموش میکنیم. بله. هرچی که بازی سردتر بشه خود خود کم سفتر میکنه. خاطر همین ما نشایسته و رنگ کم. بله. بله بینندگان عزیز، دسر ما آماده. انشالله با افطار شما هم همچین غذا جور کنیم و نوشه جان کنیم. بسیار تشکر جناب آقای فجازی که امشب هم با ما بودین. یک دسر بسیار خوشمزه ای کرد، یک رنگ بسیار خوبی داره آماده کردین و انشالله که در افطار نوشه جان میکنیم و تشکر از اینکه با ما بودین. تشکر از شما و تشکر از بیننده‌های عزیز. این بود غذای این روز ما. بسیار تشکر و سپاس از شما عزیزانی که در برنامه سفره نور با ما هستین. ادامه برنامه همچنان بیننده باشین.